سرخط خبرها اوباما استراتژی جنگ تغییر نمی کند امیدوارهای طالبان نقش بر آب شد. تلاش برای خودکفایی غذایی در افغانستان بهبود وضعیت امنیتی با مصنوعیت غذایی وابسته است. ادامه عملیات نیروهای افغان برای انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی. اسلام‌گرایان آلمانی در پاکستان کشته شدند. این حمله به دستور سازمان سیا انجام شده است. و در ادامه برنامه تنش در رابطه آمریکا و پاکستان دامنه جنگ به پاکستان کشانده خواهد شد. برنامه خداوند یکتا و توانا، با سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه خبری ساعت 6. امروز سه‌شنبه 13 میزان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 اکتبر سال 2010 میلادی. طبق معمول در نیم ساعت تازه ترین گزارش های افغانستان و منطقه و جهان و ورزش به اضافه گزارش از پیشبینی وضع هوا و تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی تقدیمتان می شود. من همت الله میساق، عباس نوروزی و ادیس جویا گویندگان این برنامه هستیم. با گزارش های داخلی آغاز می کنند. در پی خرابی بیش از حد تونل سالنگ و سرک های متصل به آن، هر ساله در فصل زمستان حوادث ناگوار به وقوع می پیوندد. زمستان سال گذشته در اثر برفکوج و مسدود شدن تونل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تونل برای دولت برای جلوگیری از تکرار این حوادث دستور بازسازی اساسی تونل ها را صادر کرد. استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور همراه با وزیران فواید عامه و شهرسازی از این شاهراه دیدن کردند. وزارت فواید عامه نیز می گوید کار در این شاهراه به خوبی پیش می رود و ابتکارات جدید نیز در مسیر سالنگ ها انجام شده است. این وزارت می گوید حدود 360 میلیون دلار هزینه این شاهراه هست. معاون رئیس جمهور از پیشرفت کار بازسازی تونل سالنگ اظهار رضایت کرد و گفت با تجربه سال گذشته کوشش بر این است تا از حوادث این جاده جلوگیری شود. پیشرفت های خوبی صورت گرفته، امیدوار هستیم که تا فصل زمستان که پیش به همه بخش هایی که ما و شما دیدن کردیم به بهره برداری برسه. ما چیزی که تانستیم که آسیب پذیری ای حوادث پایین بیاریم، کاهش بدیم، آمادگی داشته باشیم که مسافرین محضی که برفکوچ پیش میه، طوفان پیش میه، راوندان پیش میه، اینا در صحرای معلق در این فضای سرد نباشند. در بخش های بعدی خبر جزئیات بیشتر این گزارش تقدیمتان می شود. سران دولت های آمریکا و افغانستان به ترتیب یک سند درازمدت استراتژیک توافق کردند. این سند استراتژیک قرار است تا 3 ماه دیگر بین کابل و واشنگتن به امضا برسد. رهبران دو کشور از طریق یک ویدیو کنفرانس با هم صحبت کردند. انتظار می رود نتیجه این توافق در حاشیه نشست ناتو که در ماه نوامبر سال روان در شهر لیسبون پرتغال دایر می شود به بررسی گرفته شود. توافق بر سر یک سند دراز مدت استراتژیک بین کابل و واشنگتن در حال مطرح می شود که قرار است روند خروج سربازان آمریکایی سال آینده آغاز شود. انتقال مسئولیت های امنیتی به دولت افغانستان، همکاری های دراز مدت مالی و امنیتی از جمله موارد است که در این سند با آن پرداخته خواهد شد. حضور جمهور زمین که پیشرفت ها و چالش های موجوده بررسی کردن، به ضرورت بحث دوامدار تاکید کردن و توافق کردن که یک گروه کاری مشترک از هر دو کشور الا اخیر سال اول میلادی مقدمات سند استراتژیک در مورد میان دو کشور ترتیب بدن. و این سند در روشتایی برنامه های رئیس جمهور اسلامی افغانستان مبنی به تحویلگیری مسئولیت امنیتی است که بعد از سال 2014 ترتیب می شود. این سند دراز مدت استراتژیک ظرف 3 ماه دیگر آماده خواهد شد. سران هر دو کشور توافق کردند که گروه کاری مشترک دو کشور تا آخر سال روان میلادی مقدمات این سند را فراهم کنند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، هر دو طرف همچنان توافق کردند که نتیجه کار گروه کاری مشترک در حاشیه نشست سران ناتو که در ماه نوامبر سال روان در شهر لیسبون دایر می شود مورد بررسی قرار گیرد. نماینده و
سازمان هر دو کشور و گروه کاری هر دو کشور راجب اکسانت توی سازمان کار بگن با آخری امسال ترتیب شده رفت. در همچنان در کنفرانس که در کشورهای ناتو در سال روان در آخر سال روان سمایی دومبر در شهر لزبون کشور پرتغال انجام بده دوید انسان هم اقعاشه و مصوری سر دوید مورد بسقال گیره و لفتانت سعی باشه تا آخر امسال تکمیل شده و برای گفتگو امضا و برای نهایی نهایی به ازیاد زیمون ها دکشور تقدیم شده. آقای کرزای و اوباما در یک صحبت ویدیویی که حدود نیم ساعت دوام کرده است، دورنمای روابط آمریکا و افغانستان برگزاری انتخابات پارلمانی را مورد بحث قرار دادند. در این ارتباط ویدیویی چند تن از مقامات دولت آمریکا از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع و پیپ دراویز رئیس دفتر اوباما نیز حضور داشتند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از استراتژی جنگ افغانستان حمایت کرد. او به تازگی گفته است که برنامه برای تغییر این استراتژی روی دست ندارد. تاکید اوباما به استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان امیدوارهای طالبان را نقش بر آب کرده است. گفته می شود این گروه خوشبین بودند که با تغییر سیاست جنگی آمریکا نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر این خبر. امریکا نمیخواهد استراتژی جنگ را در افغانستان بازنگری کند. این تازه ترین اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور امریکاست که به کنگره آن کشور بیان داشته است. آقای اوباما گفته است در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر استراتژی جنگ در افغانستان ندارد. این تصمیم اوباما به گفته کارشناسان امیدواری های طالبان را نقش بر آب کرده است. اخیراً برای طالبان خوشبینی هایی وجود داشت که امریکا با تغییر سیاست جنگی به دنبال خروج از افغانستان است. اما اوباما در نامه‌ای که اخیراً به سران کنگرس فرستاده و روز گذشته منتشر شد گفته است که کاخ سفید برنامه‌ای را که در اواخر سال گذشته تدوین شده است ادامه می‌دهد. رئیس جمهور امریکا باور ندارد که این استراتژی به بازنگری ضرورت داشته باشد. در حالی که اعضای کنگرس در ارتباط با قضایای افغانستان و پاکستان به مباحث خود ادامه می‌دهند، اما من برای حفظ منافع ملت آمریکا در موفقیت تطبیق این استراتژی تأکید می‌کنم. به باور آقای اوباما یگانه تغییر عمده در استراتژی جنگی آمریکا جایگزینی جنرال دیوید پتریوس عوض مک‌کریستال به حیث فرمانده عمومی ناتو است. او در استراتژی جنگیش به اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان توافق کرد. توجه بیشتر به آموزش نیروهای امنیتی افغان که اخیراً سرعت بیشتر یافته است در استراتژی اوباما برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی جایگاه خود را دارد. مقام‌های آمریکایی و ناتو تحت فشار قرار دارند تا قبل از فرارسیدن زمان بازنگری همه‌جانبه این استراتژی در ماه دسامبر در جنگ با طالبان پیشرفت‌هایی داشته باشند. این در حال است که باب وودوارد نویسنده کتاب جنگ اوباما از اختلاف نظر جدی مقام‌های آمریکایی در مأموریت افغانستان سخن گفته است. با خبر کوتاه از کمیسیون مستقل انتخابات توجه کنید. این کمیسیون میگوید که تاکنون آرای 230 مرکز رایدهی را که در آن تقلب گسترده صورت گرفته است فاقد اعتبار میداند. مسئولان در این کمیسیون از دستور بازرسی مجدد آرای بیش از 300 مرکز رایدهی که در آن احتمال تقلب وجود دارد صادر کردند. کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون 140 نامزد انتخابات پارلمانی که در تقلب انتخاباتی دست داشتند را به کمیسیون شکایات و نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. مسئولان در این کمیسیون تاکید میکنند آن عده از نامزدان ولسی جرگه که در انتخابات 27 سنبله تقلب گسترده انجام دادند از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف خواهند شد. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل دقت در شمارش آرا اعلام نتایج ابتدایی را 25 میزان میخواند.